درود بر شما همراهان و عزیزان جان اعلام سیاست های زن ستیزانه و سرکوبگرانه جدید حکومت با وجود پنج ماه خیزش انقلابی مردم با وجود گذشت پنج ماه از خیزش انقلابی مردم ایران علیه سیاست های سرکوبگرانه و زن ستیزانی جمهوری اسلامی مقامات حکومت به ادامه سیاست های خود در این زمینه تاکید کرده و باز هم به انکار نقش خود در سرکوب خونین اعتراضات پرداختند. کازم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از مصوبه جدید این کمیسیون خبر داد که در صورت تصویب نهایی خروج همه زنان از ایران منوط به اجازه سرپرست می شود. این در حالیست که پیش از این فقط زنان متعهل وزیر هجده سال برای خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر داشتند و دختران بالای هجده سال یا زنانی که طلاق گرفته بودند نیاز به مجوز نداشتند این نماینده مجلس در توضیح اینکه سرپرست این دسته از زنان ایرانی چه کسانی هستند جزئیات بیشتری ارائه نکرد همچنین مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی نیز اعلام کرده کارگروهی ساماندهی مد و لباس کشور آینامه ضوابط پوشش بازیگری در محصولات و تولیدات نمایشی را تصویب کرده و این آینامه به زودی ابلاغ می شود. ابراهیم رئیسی نیز در گفتگوی ویژه تلویزیونی هجاب اجباری را ضرورت دین و قانون خوانده و گفت نهادهای فرهنگی و اجتماعی و خود مردم باید برای اجرای آن فعال باشند. او افزوده خانم ها در سراسر سر کشور پابند به حجاب هستند و کسانی که ضعف حجاب دارند در دهان بدخواهان جمهوری اسلامی زدند. رئیسی تاکید کرد از نظر ما باید بخش فرهنگی و اجتماعی قرارگاه افاف و حجاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شود. هجاب خوب یک ضرورت دین هست. کسی تردید نداره. از این طرف دیگه هم قانون هم هست. طبیعتا زنان عزیز ما و دختران ما در سراسر کشور اینها پایبند به هجاب هستن. پایبند به قانون هستند. کسانی هم هستند که اینها ضعف هجاب دارن. راهکار این قضیه هم راهکارهای فرهنگی اجتماعی است. راهکارهای سیاسی امنیتی نمیتونه باشه دستگاه های فرنگی در رابطه مسئولیت دارند و دستگاه های در حوزه های اجتماعی همینطور باید فعال باشن خود مردم عزیزمون هم همینطور ما مسئله هجاب رو به عنوان یک امری که قانونی است معتقدیم که خانوم ها خودشون پایبند به این قانون هستند در سراسر کشورمون اون که ما میبینیم همینه تعبیر مقام از رهبری تعبیر جامعه بود که فرمودن که همین کسانی که ضعف حجاب دارن زدن تو دهان بدخواهان و دشمنان انقلاب اسلامی و نشون دادن که ما پایبند به انقلاب و نظام و ارزش ها حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با اشاره به برداشتن حجاب اجباری از سوی زنان در ایران گفت جامعه و دین ما این نوع حجاب امروزی را نمیپذیرد او افزود از ابتدای انقلاب باید وزارت امر به معروف و نهی از منکر را راه اندازی می کردیم امروز هم این ضرورت اقتضا می کند در همین حال حسن کرمی فرمانده یگان ویژه فراجا در مصاحبه با روزنامه همشهری استفاده از آمبولانس برای انتقال ماموران را رد کرده و گفت واحد های ما معمولیت پوششی و مخفیانه ای ندارند و این هم می تواند از شگرد های تبلیغاتی دشمن باشد فرمانده یگان های ویژه فراجا همچنین شلیک عمدی به صورت عمدی به نقاط حساس مثل چشم و سر معترضان را رد کرده و همچنین گفت اگر کسی ثابت کند فردی بر اثر خطای کارکنان ما کشته شده به او جایزه خواهیم داد از سوی دیگر در حالی که جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت در سراسر سر کشور را با اختلال شدید همراه کرده، مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز اعلام کرده که طرح سیانت از فضای مجازی در مجلس در حال پایان است. این در حالی است که ادامه سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی حتی انتقاد برخی از مقامات حکومتی را نیز به همراه آورده. بدری نماینده اردبیل گفت کاهش سرعت اینترنت با وجود فیلتر بودن اغلب شبکه‌های اجتماعی تحریم مل توسط دولت است فتالله توسلی نماینده بهار و کبودر آهنگ نیز با اشاره به سیل پناهندگی تعداد زیادی از ورزشکاران هشدار داد کشور به سمت خلای قهرمانی پیش می رود. جلال محمودزاده نماینده مهاباد نیز گفت آیا عدم احیای برجام با کارشکنی روسیه سخنان مقامات چین و عراق در رابطه با خلیج فارس و جزایر سگانه ایرانی ناتوانی در پیگیری رژیم حقوق دریای خزر و صدسازی های بیرویه ترکیه بر روی آبهای مرزی همان اقتداری است که رئیسی از آن سخن می گفت؟ طالبان <موسیق> مواد نفتی بیکیفیت به ایران مسترد می شود. خبرگزاری باختر که زیر نظر طالبان فعالیت می کند، گزارش داده که طالبان چهار نفتکش حامل سوخت وارداتی ایران را به دلیل کیفیت پایین به این کشور مسترد کرده است. باختر نوشت که این چهار نفتکش در گذرگاه اسلام قلعه استان هرات متوقف شدند. افغانستان به وارد کنندگان مواد نفتی هشدار داده که اجازه واردات مواد نفتی با کیفیت پایین را نمی و آنها باید مواد نفتی با کیفیت را وارد کشور کنند. در دیماه سال جاری اداره ملی استاندارد طالبان اعلام کرده که 26 نفتکش حامل سوخت را دوباره به ایران برگردانده است این اداره گفته بود که بعد از آزمایش نمونه ها کیفیت این محموله نفتی پایین ثابت شد این اداره از وارد کنندگان مواد نفتی خواسته بود که دوباره مواد نفتی با کیفیت پایین وارد نکنند بخشی از مواد نفتی افغانستان از طریق استان های هرات فراه و نیمروز هم مرز با ایران وارد می شود اما همواره نگرانی برای ورود مواد نفتی بی کیفیت به وجود داشته است. در نظام جمهوریت مورد حمایت غرب، فساد گسترده در گمرک و شعبه های اداره ملی استاندارد در افغانستان وجود داشت. برخی از وارد کنندگان مواد نفتی با پرداخت رشوه، مواد نفتی بی کیفیت را وارد افغانستان می کردند. اما حکومت سابق با وجود تلاش برای مبارزه با فساد و جلوگیری از ورود مواد نفتی، موفق نشد این هدف را محقق کند. وزارت دارایی طالبان در مرداد سال جاری برای کنترل و کاهش بهای نفت در بازار های افغانستان با یک شرکت سهامی جمهوری اسلامی ایران قراردادی امضا کرد بر اساس این قرارداد 350 هزار تن نفت از ایران وارد می شود ایران با حکومت طالبان روابط نزدیکی دارد طالبان در طول 17 ماه حاکمیت بر افغانستان تلاش کردند که با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی داشته باشند با واردات مواد نفتی بیکیفیت آلودگی هوا در کلان شهرهای افغانستان شامل کابل پایتخت افزایش یافته است برخی از رانندگان نیز میگویند که به دلیل واردات مواد نفتی بیکیفیت خودروهایشان آسیب دیده است. مسدود شدن حساب بانکی کریم باقری بعد از درخواست کمک برای خوی کمتر از دو ساعت بعد از آنکه کریم باقری ستاره سابق فوتبال ایران و مربی کنونی پرسپولیس شماره ی حساب بانکی خود را برای جمعآوری کمک های مردمی به زلزله زدگان خوی اعلام کرده گزارش های مبنی بر مسدود شدن حساب بانکی این ستاره تبریزی فوتبال ایران منتشر شد برخی از کاربران فضای مجازی از برگشت خوردن کمک های نقدی خود بعد از واریز به حساب های کریم باقری خبر دادند کریم باقری در حساب اینستاگرام خود نوشته بود مردم عزیز همکنون خوی به کمک ما نیاز دارد ماننده همیشه در کنار هم باشیم او همچنین شماره حساب بانکیش را برای جمعآوری کمک های مردمی ارائه داده بود هنوز دلیل دقیق چرایی مسدود شدن حساب بانکی کریم باقری از سوی هیچ نهاد یا فردی به او اعلام نشده. طی سالهای اخیر فشار بر سلبریتی های ورزشی که بیش از نهادها و سازمان های حکومتی مورد تایید و اعتماد مردم هستند برای توقف جمع جمعآوری کمک های مردمی افزایش یافته است مسدود شدن حساب بانکی رسول خادم و علی دایی که در سیل و زلزله های اخیر به جمعآوری کمک های مردمی مشغول شده بودند نمونه های دیگر از تلاش حکومت برای مصادره کمک های مردمی به آسیب دیدگان بلای طبیعی است استرالیا فرمانده ارتش و چند مقام ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تحریم کرد. دولت استرالیا 16 مقام و یک نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر و ارسال پهباد به روسیه برای استفاده از جنگ اوکراین تحریم کرد. بر اساس گزارش روزنامه گاردیان، عبدالرحیم موسوی، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی، کیومرس هیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش، سالار آبنوش از فرماندهان ارشد بسیج، قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی الله کرم عزیزی، رئیس زندان رجای شهر کرج حسین مدرس خیابانی استاندار پیشین استان سیستان و بلوچستان و احمد شفایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان در فهرست تحریم قرار گرفتند این تحریم ها به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران وضع شده و باعث ممنوعیت سفر و توقیف دارایی های افراد تحریم شده در این کشور می شود. بر اساس این گزارش، اموال اشخاص و نهاد تحت تحریم قرار گرفته در استرالیا بلوکه شده و این مقامات از سفر به استرالیا منع خواهند شد. پیش از این وزیر خارجه استرالیا با اشاره به مداخلات جمهوری اسلامی در امور کشورهای منطقه و آزار و اذیت شخصی و آنلاین علیه اتباع استرالیا ابراز نگرانی عمیق بود. همزمان با استرالیا وزارت بازرگانی آمریکا نیز هفت نهاد و شرکت ایرانی مرتبط با صنایع نظامی جمهوری اسلامی را به دلیل مشارکت در ارائه پهباد به روسیه تحریم کرد در بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا آمده پهپادهای تولید شده در ایران برای استفاده در اوکراین به روسیه ارسال می شوند. فعالیتی که با امنیت ملی و منافع سیاسی خارجی آمریکا در تعارض است از زمان تصویب قوانین جدید مربوط به تحریم ها در پارلمان استرالیا در اواخر سال 2021 این سومین دور تحریم هایی است که استرالیا علیه جمهوری اسلامی به اجرا میگذارد عزیزان به پایان این بسته خبری رسیدیم سپاس از اینکه با کامنت ها و لایک هاتون از ما حمایت میکنید تا بخش بعدی خبر خود نگهدارتون